خب ببینید توی رانا پلاسا وزن اتاقی مقدار بیشتره به خاطر مونروفی که داره، ولی خب مطمئنا وجود مونروف خیلی قشنگتره، بهتره، واقعا امکان خوبی داره. حیف که فقط برقی نیست این بسته شدنش. شیش دنده بودنش باعث میشه که مصرف بیاد پایین تر، دنده هایی با ضرایب کوتاه‌تر داره، یک و دوش تقریبا مثل یک و دو عادیه، بقیه دنده هاش خیلی بازه کوتاه‌تری داره. دنده شیشش رو من رو فرصت نکردم امتحان کنم ببینم اصلا دنده شیشش چجوریه، چند تا میده و اصلا به دنده شیش میرسیم نمیرسیم برسیم، چون اصلا ساختارش اکونومیه. چیزی که هست، یکی از ضعف‌های موتور TU5 اینه که شما تو دور پایین گشت‌آور مورد نیاز رو نداری و حتما باید دور موتور بالا بره. توی موتور TU5 پلاس این ایراد تا حد خیلی زیادی برداشته شد، یعنی ما تو هر دنده‌ای که می‌خوایم گشت‌آور بگیریم حتی تو دورهای پایین هم به دلیل وجود سیستم سوپاپ متغیر خیلی راحت‌تر انجام میشه، ماشین راحت‌تر دور میگیره، تو دور بالا هم تنفس بهتری داره. ولی مشکلی که هست این وسط استاندارد یورو 4 و یورو 5 که باعث میشه ماشین محدودیت‌های خاصی براش پیش بیاد و عدم تنظیم سوخت و جرقه بر اساس بنزین یورو 4 کشور و تبدیل شدن این ماشین به یورو 5 باعث میشه که ماشین خیلی خفه باشه، دیر گاز بخوره، کوب داشته باشه، انگار یکی پشتش گرفته باشه و شتابگیری مناسب نداشته باشه، که بعد از ریمپ کردن یا اصلاح نرم افزاری این ایرادات تا حد خیلی زیادی برطرف خواهد شد. دست دنده خیلی سفته، فاصله یک و عقب هم اینو میگی بالا این روزی تو عقب ببین خیلی استخونی جا میده، ولی خوبه، مشکل نداره، دنده های دیگه هم روون جا میده. حالا ببینید یک و دو میشه باش بشه این جا کرد یا نه، یک و دوش هم مثل دنده عقبش نه دور بشه این جا میده گیر بوده که تغییر دادم بی ای فور. حالا کده این شیش دنده ها رو دقیق نمیدونم، ولی سری جایی داشت هم سنگرون‌تر شده، هم بهتره، هم جا رفتن دنده ها تو دور بالاتر بهتر انجام میشه. خب لرزش دست دنده رو میبینیم به دلیل حالا فکر کنم ماهکاش باشه، حالا تو حرکت ما این لرزش رو نداریم ولی توی حالت ایستاده به شدت لرزش دست دنده داریم. حالا میتونه به خاطر شکل پولوساش باشه، به خاطر عرضم به خدمتتون که خود حالا ماهکاش باشه و باید چک بشه ببینیم چجوریه. یه جمع‌بندی می‌خوایم روی ماشین داشته باشیم توی بازه قیمتی که الان توش قرار گرفته. چرا میگم الان؟ خب همه می‌دونیم که قیمت‌ها واقعا متغیره. بازه قیمتی که الان توی اسفند ماه سال 1400 توش قرار گرفته بازه قیمتی خوبیه، نسبت به امکاناتی که داره خوبه، گیربکس 6 دنده مناسب، مونروف، موتور TU5 پلاس که قدرت بیشتری در اختیارتون می‌ذاره، یه سری قطعات حالا هیدروگرافی و ظاهری که داره، ولی متاسفانه افت کیفیت توی همه جای ماشین موج میزنه متاسفانه، که البته توی تمامی محصولات هست و صدای موتور TU5 پلاس خیلی داخل اتاق میاد، این بدیشه. ما توی تارا هم یه مشکلی داریم، البته توی تارا خیلی کمتره، فایروالی که داره صداگیریش خیلی بهتر انجام شده. خوبه به نظر من توی بازه قیمتی خودش که قرار گرفته خوبه، البته که توی ایران هیچ ماشینی تو بازه قیمتیش ارزنده نخواهد بود.